سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام کامتون باشه. به کانال نمناک خوش اومدید. ما را لایک و سابسکرایب کنید تا از دیدن کلیپ های ما لذت ببرید. کلیپی که امروز براتون آماده کردم درباره اینه که آیا خوردن چای داغ باعث سرطان معده می شود؟ شما ممکنه گاهی اوقات نوشیدنی های داغ مصرف کنید و در ظاهر هم از آن لذت ببرید. اما بهتره توجه داشته باشید که عوارض خوردن چای داغ و نوشیدنی داغ زیاده و مصرف اون میتونه خطراتی برای شما و ارگانهای بدن داشته باشه. هوای سرد و نیاز انسان به نوشیدنی های گرم یک نیاز طبیعی و لذت بخش بوده و ما نمیتونیم اونا نادیده بگیریم. به هر حال چه در هوای سرد و یا گرم، مهم اینه که همیشه و در همه حال سبک و عادات صحیحی برای مصرف مواد غذایی، نوشیدنی ها و دیگر موارد مربوط به سلامتی رو در پیش بگیریم. عوارض جانبی نوشیدنی های داغ. در واقع شما در حال مصرف نوشیدنی داغ هستید، شاید به ظاهر متوجه وخامت موضوع نشید، اما باید گفت که بدن شما از درون نسبت به این درجه دمای بالا واکنش نشون میدهد. آلاینده های آب داغ و نوشیدنی داغ میتونه بیشتر از آب معمولی باشد. زمانی که دمای آب به حد جوش میرسه، انواع آلاینده های موجود در آب به حرکت در اومده و میتونه در سطح آب پراکنده شود. هنگام جوشیدن آب ممکنه احتمال رقیق کردن آلاینده ها از لوله ها وجود داشته باشه. این اتفاق زمانی می افتد که لوله ها پر از زنگ و بسیار قدیمی باشند. نه تنها این آلاینده ها به راحتی در آب گرم حل می شوند، بلکه زمانی که آب سرد می شه نیز می تونه افزایش پیدا بکنه. بنابراین در نهایت ما در حال مصرف نوشیدنی و آبی پر از آلاینده ها هستیم. خوردن چای داغ و نوشیدنی های داغ و مصرف اونا میتونه به کلیه ها آسیب برسونه. کلیه ها یکی از ارگان های حیاتی در دفع سموم به شمار میرون. هر گونه مشکل خارجی میتونه سلامت کلیه ها و در نهایت انسان رو به خطر بندازه. کلیه ما توانایی تخلیه آب اضافی از بدن رو داره. اگه تصور میکنید که کلیه‌هایی که بیش از حد در معرض آب گرم قرار میگیرن میتونن برای کنترل سموم مفید باشن، در اشتباه هستید. واقعیت مهم اینه که آب و نوشیدنی داغ اجازه نمیده تا کلیه‌ها به راحتی پاکسازی شون و این یکی از مهمترین عوارض نوشیدنی داغ است. مقدار بیش از حد آب گرم میتونه به اندازه مخرب باشه تا به کلیه‌ها آسیب برسونه. این مشکل ممکنه منجر به تشدید ناراحتی سیستم گوارش شما در طی یک دوره زمانی شود. بسیاری از افراد آب آشامیدنی و نوشیدنی‌های معمول رو تنها برای رعایت سطح مورد نیاز آب بدن می‌نوشند. این مورد خوبه، اما اگه شما نوشیدنی داغ مصرف کنید میتونه حتی باعث کم شدن همان میزان آب بدن شود. علاوه بر این مصرف نوشیدنی های داغ میتونه سیستم گوارش شما رو مختل کنند. بنابراین هنگامی که احساس نیاز به آب آشامیدنی یا نوشیدنی های دیگری دارید، نوشیدنی با دمای معمول رو بنوشید. مصرف نوشیدنی های بیش از حد گرم و داغ میتونه برای هضم خون خطرناک باشه. هضم خون به طور معمول باید در حد متعارف خود بوده و بالا یا پایین رفتن آن پدیده خطرناکی بوده و گاه قابل جبران نیست. مصرف بیش از مقدار مورد نیاز آب گرم باعث افزایش حجم کل خون شما می شود. گردش خون یک سیستم بسته است و در صورت فشار غیر ضروری ممکنه احتمال پرفشاری خون و بسیاری از مشکلات قلبی دیگر به وجود بیاید. بر اساس مطالعات انجام شده، پژوهشگران عنوان کردند که مصرف غذاهای بسیار گرم میتونه سبب بروز انواعی از سرطان از جمله سرطان مری شود. گرمای بیش از اندازه غذاها ممکنه به سلولهای شکننده مری آسیب برسونه. مری یکی از عضوهای بسیار حساس بدنه که مواد غذایی از آن عبور می کنند. حال تصور کنید که حجمی از مواد غذایی داغ و سوزان از این سلولهای ظریف عبور کنند. چه اتفاقی می افتد؟ به طور قطع باعث آسیب به دیواره مری و بروز عواقب خطرناک دیگری می شود.
سرطان مری در سلول‌های مرزی که در معرض مری قرار می‌گیرد شروع شده و در نهایت گسترش می‌یابد تا تمام مری را تحت تأثیر قرار دهد. در اغلب موارد سرطان مری در مردان ایجاد شده و در قسمت پایین‌تر مری گسترش می‌یابد. درمان این نوع سرطان بسیار دشواره و در نتیجه آمار مرگ و میر آن نیز بالاست. در صورتی که در معرض خطر ابتلا به سرطان مری هستید، بهتر است از خوردن غذاهای بیش از حد داغ اجتناب کنید. آیا خوردن چای داغ باعث سرطان معده می شود؟ بر اساس بررسی های گروهی از کارشناسان سلامت و تغذیه جهانی اعلام شد که خوردن چای و نوشیدنی های داغ در دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد می تونه باعث ایجاد سرطان معده و مری شود. سرطان معده و مری هشتمین و شایع‌ترین نوع سرطان در سراسر جهانه و این در واقع از رایج‌ترین عوارض مصرف نوشیدنی داغ محسوب می شود. خوردن چای داغ، قهوه یا نوشیدنی های داغ دیگه در این دما می تونه باعث سوختگی شدید و پوسیدگی در معده و مری شود. خوردن چای داغ و دیگر نوشیدنی ها در حالت داغ میتونه با افزایش خطر ابتلا به سرطان در این بخش از بدن ارتباط داشته باشه. مضرات ریختن آب سرد در چای داغ. بر اساس مطالعات انجام شده در مورد مخلوط کردن آب سرد و گرم با یکدیگر میتونیم گفت که مدرک قطعی در مورد ضرر ترکیب آب سرد و گرم در دست نبوده و در ظاهر میتونیم گفت که مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. به طور کلی میتونیم گفت که مخلوط آب سرد و گرم تقریبا ایمن است. با این حال زمانی که آب سرد رو در چای داغ میریزید ممکنه شکست سلولی کمی ایجاد شده و در صورت وجود آلاینده در آب داغ مواد سمی آزاد شود. بهتر از چای داغ کمی سرد شده و سپس آن را مصرف کنید. در انگلستان و کشورهای آسیای جنوب شرقی چای را با یخ مصرف می کنند. اما این نکته را به خاطر بسپرید که نوشیدنی ها یا هر ماده غذایی دیگر را در حالت معمول و متداول آن استفاده کنید تا از هر نظر در مورد ایمنی آنها اطمینان داشته باشید. ممنونم از همراهیتون تا پایان این کلیپ. امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشید.